سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم هر جا هستین خوب و سلامت باشین. یک روز ازتون استراحت گرفتم برای اینکه بتونم یه مقداری استراحت بکنم، به سری کارام برسم. امیدوارم که این اپیزود دقیقا الان که دارم ضبط میکنم ساعت 12 شب دقیقا و قاعدتا بعد تقریبا 16 ساعت دیگه این اپیزود دست شما باشه. امیدوارم به وقتش برسه به دستتون و ممنونم از اینکه من انقدر در واقع تشویق میکنید به ادامه مسیر. خبر خوبی که باید بهتون بدم اینه که ما بعد از اینکه ضبط بلادبورن تموم شد، تمرینای من برای ضبط واکترویش در واقع بازی سکیرو شادوز دای توایس شروع میشه و تمام تلاش هم میکنم که این واکترو در اختیارتون قرار بگیره. طبیعتاً به این زودی قرار نیست در اختیارتون قرار بگیره، یعنی حداقل یه ماه، شاید یه ماه و نیم طول بکشه تا اینکه تمام اون چیزایی که میخوام انجام بدم، تمام تمرینامو انجام بدم و از اون طرف یه ریویوی روی داستان داشته باشم که بتونم تمام و کمال کاراشو واسه تون انجام بدم و در اختیارتون قرار بگیره. تو این مدت سعی میکنم کانتنت های مختلفی براتون آماده بکنم، اما الان وقت اینه که فعلا بریم سراغ DLC بازی بلادبورن. این بخش الان اصلا فعلا مهمتره، ما الان رو میچسبیم، درباره بعدنش میتونیم بعدن بیشتر صحبت بکنیم. با من همراه باشین توی این اپیزود. قراره بخش اول سرزمین DLC رو یه شخم کوچولویی بزنیم و یه سری صحبت ها بکنیم. این اپیزود داستان قاعدتا نخواهیم داشت، ولی میتونیم بفهمیم که با چه وضعیتی طرفیم. ضمن اینکه اگر اکانت پلیستیشن پلاس داشته باشید، میتونم الان بهتون یاد بدم که کجا بدون کوچکترین دردسر بیشترین تعداد بلاد اکو رو توی 5 ثانیه به دست بیارید. با من همراه باشید. خیلی خب بچه ها، قاعدتا الان یه سری چیزای عجیب و غریب نسبت به من میبینید. استاتس هم میخوام بهتون نشون بدم که خب یه سری در واقع تغییرات براش اتفاق افتاده. همونطور که میبینید لول من الان شده 116، چیز در حد مثلا 10 تا لول یهو 11 تا لول فکر کنم حداقل انداختم روی خودم و شاید براتون عجیب باشه که بدون اینکه به ما بگیم مثلا کجا داری میری، ولی میخوام بهتون بگم اگر پلیستیشن پلاس داشته باشید، این راهی که بهتون میگم خب خیلی راه راحتیه که بخواید در واقع بلاد اکو فارم کنید. اگر نه، به همون شکلی که بهتون گفتم، یعنی از راه در واقع کشتن اون خوک ها و گذاشتن اون چیزا، اون رون ها، میتونید شما مثلا 70,000 تا هر سری مثلا بلاد اکو بگیرید. این رایی که میخوام بگم به صورت نرمال 80,000 تا سول بهتون میده توی شاید 5 ثانیه و از اون طرف علاوه بر این اگر رونی رو بذارید که در واقع رون مون باشه، مون آخرین ورژنی که از مون گرفتیم با اینا اگر بذارید میتونید به جای 82,000 تا بلاد اکو 108,000 تا بلاد اکو بگیرید. برای این کار باید یک گلیفی رو به صورت آنلاین، باید پلیستیشن پلاس داشته باشید تا این قابلیت فعال بشه براتون، باید یه گلیفی رو وارد بکنید توی همون جایی که بهتون توضیح دادم. بذارید من اینجا رو بهتون نشون بدم. اینها توی این قسمت الان من چون بازیم آفلاینه شما نمیتونید اینو ببینید. اینجا توی سرچ بای چالیس گلیف وقتی بزنید یه کدی رو میتونید وارد بکنید که اینجا پایین سمت راست هم معلوم هست، CU 3 تا دونه M پشت سر هم مینویسید FPK. پایین سمت راست قشنگ مشخص قسمت چالیس گلیف. شما این کد رو وارد بکنید، خیلی راحت میتونید وارد این دانجن بشید. فقط هم یه بار آنلاین بشید و این کد رو وارد کنید کافیه، دیگه نیازی نیست که آنلاین بشید. و البته گفتم برای آنلاین بودن نیاز به پلاس دارید. اگر ببینید، چون قاعدتا باز توی چت ازم سوال میپرسید، اگر نداشتید نگران نباشید، راهش رو از طریق اون خوک ها بهتون یاد دادم. طولانی تر راهش، ولی به راحتی میتونید انجام بدید. شما وقتی میایدش اینجا نیاز به هیچ کاری ندارید، فقط میایید اینجا، میبینید جون من چقدره. این از شرایط این چلیسیه که داخلش هستیم. میایید اینجا و یهو میبینید که اینجا یکی داره همینطوری دمیج میخوره. وقتی که میمیره خب
108,535 تا به من در واقع سول میده یا همون بلاد اکو میده. من از اینجا خارج میشم، دوباره میتونم بیام اینجا. خب حالا مثلا میتونید این کار رو از طریق چیز انجام بدید، از طریق حالا بولت هانتر مارک بخرید و این کار رو انجام بدید، یا اینکه نه میتونید پاشید بیاید همینطوری مثلا من بیاید تو هانتر دریم دوباره برگردید. من از این طریق لولم رو زیادتر کردم و الان یه بار دیگه بهتون فقط دارم نشون میدم که فقط ببینید، یعنی اصلا نیاز نداره شما جلوتر برید مبارزه بکنید، هیچی. میاید اینجا همینجا فای میسید یومین خونه یکی داره همینطوری میره، ببینید این و زرت اون اونجا میمیره و به شما 108,535 تا بلاد اکو میده، به شرطی که اون مون رون مون رو ورژن آخرش رو بذارید. اگر ورژن آخرش رو نذارید یا حتی مثلا رونی نذارید، مثلا ممکنه بهتون حداقلش 80,000 تا رون بهتون 80,000 تا بلاد اکو بهتون میده. خب اینجا خب میتونید خب کارهای مختلفی بکنید، میتونید مثلا لول بدید که حالا من وایتالیتی مو تا 45 رو بردم بالا، اندورنس هم تا 25 رو بردم بالا، استرنگث هم 25 بود، اسکیل هم کردم 45. پس من این رو آوردم بالا 10 لول، این رو چیز دوباره مثلا 7-8 لول اینم آوردم بالا و 5 تا لول هم انداختم رو این. اینو گفتم که فقط بدونید چجوری میتونید اینجا مثلا کارتون بکنید. از اون طرف هم بچه هم اومدم لباس هایی که توی بازی وجود داشت و تقریبا همه رو خریدم، این کلاه آلفرد رو گذاشتم که شما هم ببینید وقتی میخرمش، بعد دیگه حالا مثلا هر چیزی بخواید خرید بکنید دیگه واسه تون کاری نداره، مثلا چون میخواید بلادستون بخرید حالا هر چیزی مثلا میل خودتونه، چون الان مثلا میخوام من مثلا بلاد وایل بگیرم مثلا میتونم، چون الان مثلا 270 تا مثلا میتونم بگیرم، 199,000 تا الان بلاد اکو دارم. این دیگه کاملا به خودتون بستگی داره، میخواید لول بدید میخواید حالا هر کاری بکنید. من الان مثلا چون بذارید حالا همش هم از این نخریم، چه میدونم میل میگم میل خودتون ها. من الان دارم مثلا پولم زیادی کرده، گفتم که حالا چون مثلا اینو بردارم اینجا مثلا 100 تا از این بخرم و بیام اینجا و 100 تا هم مثلا از این یکی بخرم، مثال چنو نه تازه 80,000 تا هنوز چیز دارم، فکر کنم بتونم یه لول هم اینجا بدم حتی. بعدم بچه ها همونطور که میبینید من ته بازیم، یعنی دوباره اون چیزه رو من لود کردم، سیوم رو لود کردم ها، یعنی همونطور که میبینید عملا سیو اومده توی چیز، اومده توی قبل از اینکه با گرمن بخوایم مبارزه بکنیم، یعنی اون سیو است که دوباره لود شده. هم میدم به وایتالیتی. خیلی خوب، اما برای اینکه بخوایم DLC رو شروع کنیم باید چی کار بکنیم؟ من میام توی بونفایر کاتدرال وارد و میام سراغ اون آمیگدالایی که ایاتون باشه کنار کاتدرال وارد وایساده بود. بیاین اونجا خیلی راحت میتونید کاراشو بکنید و بذارید آمیگدالای شما رو در واقع بگیرتتون. وقتی شما رو بگیره در واقع وقتی که اینجا بیاد شما رو بگیره میبرتتون توی DLC. داشت بیا بگی ما رو پیون. سلام علیکم. و همین راحتی میریم توی DLC. صدای کیه؟ این صدای کی بود؟ که گفت خودشونو با بچه هاشونو با بچه های بچه هاشونو هر کسی هستشو نفرین کن.
با کی بود و اصلا کی بود که این حرف رو زد؟ اوکی، اینجا که کاتدرال وارد خودمونه که بچه، فقط این برش چی داره میشه اینجا؟ اینجا عملا کاتدرال وارده بچه ها، میبینی؟ علنن کاتدرال وارده، این برش که بسته است، این برش هم که باز نمیشه و What the F اینجا چیه ره میشه؟ خب قاعدتا اینجاها یه سری سوالا براتون پیش میاد به زودی که حالا درباره سوالاتتون صحبت میکنم و بهش قطعا جواب میدم. بچه توی اینجا فقط هانتر پیدا میکنید، مثل بنز توی بازی هانتر ریخته، ببینین، و این هانترها بچه ها اسپان میشن، تمام این هانترها اسپان میشن. DLC بچه ها، یه سریتون پرسیده بودین که اصلا DLC رو من کجا بخریم، یا روی دیسک Game of the Year Editionتون، یعنی اگر ورژن Game of the Year Edition یا همون Old Hunters Edition رو اگر بخرید بازی براتون DLC رو داره. اگر نه باید برید تو فروشگاه پلی‌استیشن استور PSN، توی اونجا $20 پول در واقع این DLCه که باید با از طریق خود حالا گیفت کارت و فلان اینایی که میتونید از فروشگاه های آنلاین خریداری بکنید، میتونید از اونجا خریداری بکنید، یا اینکه وایس تخفیف بخوره بشه $10 و از اونجا خرید کنید، دوباره از خود هم PSN خرید کنید. اینو گفتم به خاطر اینکه یه سری ها پرسیده بودن چه شکلی ما باید اصلا این DLC رو بخریم. خب اینجا چه خبر است؟ چی داره میشه؟ خب یه سری هیولان و اینجا چرا انقدر هانتر تو بازی زیاده؟ یا اول فصل زد کارای اونو کرد. چی کار داره میکنه یارو با خودش؟ حالا یارو داره با خودش چی کار میکنه؟ من دارم چی کار میکنم با خودم؟ خیلی خب بچه گفتم این هانترها اسپان میشن دوباره ها، یعنی مثل بازی اصلی نیستش که هرچی هانتر میزدید دیگه بلند نمیشد و مثلا جز الیت ماب حساب میشدن. اینجا هم البته هانترها الیت ماب داریم ها، ولی فرق دارن. خب میبینید لباسای تیکای مختلف لباسای اولد هانترها رو دارم برمیدارم و بعدش میبینیم اینجا یا نزدی هیولا رو این زد کشت، سقطش کرد رسمن. خب لادوایل بچه اینجا هم خب قشنگ میخوره به همون جایی که این یارو این هانتر رو اینجا زدیم کشتیم. در نتیجه خب مسیری که ما باید بریم مسیریه که از این سمت اون سمت رو نمیخوام فعلا برم، به جاش میام سمت خود در واقع مسیر اصلی که توی چیز وجود داره، توی این میدونگاهی اینجا قرار داره، اینو برم میدارم و از این بغل میچرخم و میام این بر. با هیچ کسی هم دعوا نداریم. حالا اون بر آلردی الان خودش دعوا میشه، حالا میبینید اینا رو ببینید دارم فرار میکنن. کی فرار میکنه داداش؟ اوه اونجا رو بچه ها دعواه. اوه اینجا رو داش چرا منو میزنی الان؟ اخ این از اوه نه به این که میترسن نه به این که یهو اتک میزنن اونطوری.
بشین بابا یه دقیقه بودی تا همه تو سهلا این آیتمی داشته باشم که با ویسرال آره میکنی یه لحظه ترسیدم رفتم تو این چیزه ترسیدم یه لحظه که انمی الان بهم داره ضربه میزن چه هانتر دیگه هم فکر کنم از اون اون برا باید میومد اگه اشتباه نکنم یه همین هانتری بودش که اینجا زدمش حالا در هر صورت نه اینجا دیگه انمی نیست خب عشنگ جمع و جوامونو میکنیم بلاد وایل این برم که میبینید بسته است اصلا کلا خب بیشتر از هر جای دیگه ای توی این DLC شما با مشکلات احمقانه یا چیز روبرو میشین افت فریم های اعصاب خرد کن بلاد بورنی توی این نسخه دیگه تو اوج خودشه خب بچه این من مراقب باشین اینجا رو خب از این بالا من حرکت میکنم مراقب سگایی اینجا باشین بی تربیت خب و میبینید اون مسیری که این بالاست بخشید اینجا که دوستان مسیج داد خب یه مسیری این بالا وجود داره که قشنگ شما رو میبره به سمت دیگه و البته اینجا هم یه دونه هانتر دیگه است زهر مار یا اوت به این شکل او را میکشیم و بلاد وایلش را میگیریم خب بچه اگر بیاید پایین اینجا میتونید برای خودتون یه شورتکات درست کنید که پیشنهاد میکنم همین کار الان انجام بدید لباسه اوتخان ترارم که من بر میدارم بکنش فقط میذاشتید من نیفهم واقعا چرا یهو بعضی وقتا بازی با من سر دشمنی بر میداره اینو نمیفهم خیلی خب دیدید که یه شورتکات اینجا باز کردیم دیگه نیاز نداره اون مسیری که از بالا باید 2 ساعت به چرخیم و دیگه نیاز نیست ولی من میخوام بیام این ور چون حتی میتونست از اینجا هم نیام چرا من بخوام درگیرم ولی ابنه الان اومدم دیگه در صورت اینجا رو بیاید و همین رو که هی بیاید هی باز میاید خب اون ور یون لوت پایین یون سگه که بعد هم اون ور میریم لوت اون ور رو برمیداریم اون تا قبلش بذارید یه نگاه بندازم نه این ور دیگه عملا خیلی خبری نیست عجیب بودن این قضیه اینه که اینا چرا انقدر از ما میترسن این هیولاهای اینجا قبلا از طریق نور باید میترسیدن دیگه دلیلش اینه ها به خاطر اینکه بهمون نور وصله قدرت ضربات لنون بلاد وایل میبینید چقدر بلاد وایل تو وزیه دیگه مثل یک موجود وحشی رفتم روش اوکی ببینم او مرز غلط کردم بودی هم رفاقت من یادم رفت آگر و بریتا اگر الان میذاشتم که دیر یادم افتاد میتونستم زودتر دخلش رو بیارم اما ایراد نداره یه آیتم اینجا بچه ها میگیرید به اسم ورمین بذارید ببینم
Root of man's impurity rots with filth. باید ببینم دقیقا کارش چی بود. این کارش رو بهتون میگم، الان این راستیتش یادم نیست ولی بهتون میگم. این اتفاقا آیتمیه که خیلی هم آیتم کمیابیه توی DLC و خیلی هم بهش نیاز پیدا میکنید. خب بیم اینجا بچه تیکه های فکرم تیکه آخر این ست هانتر رو اینجا الان دیگه بتونیم برداریم. او بیست کاتر یکی از سلاحای DLCه بچه، تمام سلاحای DLC هم بردارید بهتون تروفی میده. گفتم که تروفی بازاش اینو بدونن. بچه خوب دقت میکنین دیگه، مسیری که داریم میریم علنا خود کاتدرال وارده دیگه، کاملا واضحه دیگه چقدر شبیه. یادم نبود یا رو اینو ول میده، اصلا یادم نبود. این بالا یه سری چیزن اینا باشن که میزنم و چیز میز ول میدن سمتتون. زوپ. بله اینو چی میگین؟ بله خب اینطوری هست بس. خب بچه واسه اینکه اینو راحت بزنیدش بهترین راه اینه که برید پشت سرش و آگر و بریتا بزنید بهش از پشت سرش ها. حتی اگر بتونم، حالا من دقیقا دارم از جلوش این کار رو میکنم. اوه دیگه خودتو گیر آوردی یا ما رو؟ یه پایین ببینم دلقک سیرک. یه پایین ببینم اینطوری نمیشه. بله ضربات بنده رو میبینید که قشنگ داره میخوره تو در و دیوار. بابا یه سر ای خدای من. خب از وقتا هم این اتفاق نمیفته مجبور میشه دستی کار این رفیقمون رو بکنید. آی آی زد من ترکوند. ولی بچه بهترین کار واسه این که اینا رو بزنید دقیقا اینه که آگر و بریتاستون رو بزنید، یعنی وقتی میزنید از پشتشون دقیقا مثل اون غولا میشینن زمین و میتونید راحت کارشون رو کنید. البته میتونید از طریق همون روش سنتی که یه دونه تیر بزنید میشینن و ویسرالتون رو بهشون بزنید کماکان میتونید از همون روش استفاده کنید، یعنی از این جهت میتونم بگم که یه جورایی میشه گفت کاری نداره این حرکت براتون و خیلی راحت میتونید پسشون بر بیاد. ضرباتت مورد تاییدم نبود در اینطوری میکشم. ببینید دارن ستا ستا دیگه دارن بلاد وایل میدن. این داره نشون میده که چقدر اینجا چیزه، چه منطقه عجیب و غریبیه. میذارید قشنگ اون ته و واسه تون بزنه بره. خیلی یه دور دیگه هم میام. سلام میگه و کار اینو که میسازه. ای کاش دیگه ضربه من دقیق میخورد بهت. اینجا میتونید بسن این طوری بشویدش. یا
بشین دیگه، خجالت بکش از هیکلت آشغال. خب بچه اینجا یکی از باسه آپشنال DLCه و خوب نگاه کنید اینجا رو، دقیقا مسیریه که ما به کجا میرسیدیم، به سرکار خانم کی، ویکاراملیا. ولی الان اینجا یه موجودی دقیقا هم اونجا وایستاده و الان هم بچه ها نمیتونید باش مبارزه بکنید. این شرایط داره، شرایط مبارزه کردنش متفاوته با چیزی که الان داریم میبینیم. آی پندنت بکیم کنم جز آیتم کلیدی هست. آی پندنت خب unlocks the surgery altar. بچه این یه منطقه ای رو قراره برای ما باز بکنه که حالا بهش میرسیم کجاست. یه منطقه که سرجری یعنی جایی که مثلا عمل انجام میشه رو، سرجری اصلا یعنی عمل کردن و سرجری آلتر یه جورایی منظورش اینه که یه جایی که برای حالا عمل کردن و اینجور داستان است. خب کوکتل مولوتوف و این بر همینجا 6 تا بلاد وایل و داریم میریم تازه سمت جاهای ناجور. خب بچه خیلی اینجا جای عجیبیه و خیلی خیلی مراقب باشید اینجا رو. اینجا بچه سمتتون کلی میتونه تیر و اینا شلیک بشه، میبینی دو سه تا از این جاهای تیر و اینا. بهتون اینجا توصیه میکنم که یه دونه مثلا تروی نایف یا مثلا پویزن نایف فرمه یه چیزی اینطوری بردارید واسه اینکه میخوایم سمت یارو تیر بزنیم. خیلی مراقب باشید فقط که گیر نکنید. میبینید 3-4 تا از این جاهای اینطوریه. اوه شت حواسم نبود. اینجا میبینید اینو، این از این جاهاییه که تلس. خب این کوچولو این و زوب یه دونه میزنم بیار. تمام این هم دیگه بچه سمتتون تیر نمیزنن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد شما روی اون چیزا باید وایسید که اینا بخوام بهشون به شما تیر بزن و البته اینکه میتونید اینا رو بزنید و خرابشون هم بکنید. و البته اینجا هم که یه دونه دیگه از این جای تیراندازی و وایناست. خیلی مراقب باشید. وای ترسیدم یه لحظه، اصلا اینو ندیدم. کسافت اینکه اصلا ندیدم. خب اینم از این اینطوری هست. خب اصلا یه لحظه اون در واقع چیزو ندیدم. خب اینجا بچه یه سری دشمنن که سمتتون چیزای انفجاری میزنن، منطقه اینطوری که اون چیزی که میزنن حالا روی زمین یا هر جایی که هست میچسبه و بعد میترکه. یه مقداری باید مراقبشون باید باشید. الان میرم جلو قشنگ میبینیدشون. هانتر عزیزمون رو نبینید. اوکی نزین بعد اینا هم خیلی راحت میتونید بزنید بچه رسما یه دونه میخورن. اما و بلاد وایل سه تا. خب میتونید بیاید این پایین رو رصدی بکنید بچه. اینجایی که تو این آب قرار داره، یعنی این رود خونی که اینجا میبینید
جای خیلی دوست داشتنی نیست، ولی میخوام یه کاری بکنم که زودتر ما به یه شورتکات بعدش برسیم. وقتی میخوایم بریم اونجا به یه شورتکات میرسیم و بعد اون موقع میایم کارای اینا رو میکنیم، اما قبلش باید فعلا وارد این لوکیشن بشیم. بذارید ببینم. نه اینجا یه نفره، اینو بکشم. یکی هم اینجاست، اینم بکشم. خب بذارید من لنترنم رو دوستان یه دقیقه روشن کنم، نمیذارن که. خب لنترن، لانترن، این همه خودم کشتم، لانترن این بالا بود. خب دیلید مولوتوف، دقیقا همون چیزی که خود اینا میزنن، مولوتوف هایی که با تأخیر عمل میکنه، میزنید میفته زمین و بعد در واقع چیز میکنید. بچه یه یارو اینجا هست که میتونه به راحتی شما رو بکشه. اینا رو میبینید؟ اینا چیزه انفجاریه. او خیلی خیلی باید مراقب باشه، چون این یارو خودش ایناست که منفجر میشه. او مراقب فقط باشه، چون یه شعاع انفجار اینجا میزنه قشنگ میرید رو هوا. او ببینید اینا رو. خب اگه من بیام این آیتم رو بردارم، این یارو توپ 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 پخ میتره که ببینه اینا. دیدید؟ خب بوم همر یه سلاح دیگه یه که برداشتم جز در واقع وپنای چیز وپنای DLCه اینا. بوم همر الان مثلا من میتونم جای حالا این کرکمری که ساعت همینطوری برش داشته بودیم استفادهش بکنم، مثلا واسه اینکه ببینید اینا بوم همر اینطوری باز میشه. خیلی باحال وقتی باهاش یه ضربه بزنید یه دونه تیرتون میام از تیرتون از اینجا اینا آتیش میگیره یوف. بعد باز باید جمعش بکنید که بتونید اینطوری بزنید. خیلی سلاح باحالی، ولی من خیلی طرفدار این جنس سلاح ها نیستم. خیلی هم بچه هم گفتن اوه چرا اینقدر با لودویک هولی بلید بازی میکنه. واقعا لودویک هولی بلید بچه ها میتونم بگم بهترین سلاح توی بازیه. واقعا خفنه از هر جهت، هم سبکتره، هم خیلی در واقع تایمی که شما میتونید ازش خیلی کول و خیلی باحال استفاده کنید واقعا پایینه و حسابی بهتون میتونه کمک کنه برای اینکه بهتر کنید. اما بچه اینجا با یه هیولایی قرار مبارزه بکنیم که یه مقداری سخت زدنش. اگر وبریتاتتون رو آماده بکنید، ضرباتش خیلی ناجوره با کلاما، در واقع بیست کلا، با این سلا با بیست کلا با تو مبارزه میکنه و حالت هیولا شده است، شکل گرگ داره و یه مقداری ناجوره مبارزاتش و بهتره که حواستون خیلی بهش باشه. قاتلش همون مثل همیشه آگر و بریتاسه، میتونه آگر بعد پارش بکنه و بشونتش زمین و هزار و یک داستانی این آشش. این شخصیت عزیز خیلی فقط باید مراقب باشین. با آگر راحت میشونیدش زمین. آگر واقعا قاتل این موجوداته. راحت میشونتش زمین و فرصت میده بهتون که حسابی طرف و حالش رو جا بیارید. آداریم
بازه بچه زرنگی در میاره. آه با آگر میخوامونه دستمی و به راحتی از بین میبرینش. فایرینگ همر بچ باز بهتون یه سری دسترسی پذیری میده به یه سری سلاح و یه سری آیتم که میتونید استفاده بکنید به راحتی. ما در واقع اومدیم اینو زدیم که بجش رو بگیریم، گفتم برای تروفی وپن ها ما به اینجور چیزا نیاز داریم. خب میرسیم بچه ها به این قسمت که اصلا قسمت قشنگی نیست و اصلا جایی نیستش که قراره بهتون خوش بگذره. منتها ازو بدید فقط چون من اینجا رو نیومدم، من بیام اینجا این آیتم هم بردارم که خیالم راحت بشه. این در واقع اون چیز مربوط به اولد هانتر هاست که بهتون گفتم و کارتون از اینجا به بعد دیگه در میاد. بچه فقط کاری که الان باید بکنیم، من میخوام برم پایین از بین اون موجودات رد بشم و بعد خودم رو برسونم به یه شورتکات. حالا چقدر موفق بشم و اینا رو نمیدونم، ولی این راهی که من میرم و شما هم بیاید ضرر نمی کنید. مراقب فقط باشید برای بچه ها، خیلی تمام اتکاشون خورد به هدف. خیلی خب میایید اینجا و خیلی راحت خودتون رو میرسونید به این قسمت. این شخصیت رو حالا باش کار داریم، اسمش فکر کنم سایمن اگه اشتباه نکنم، که اگر طرفدار سری کسلوینیا و اینا باشید میدونید که سایمن و اصلا کلن سایمن بلمونت و اینجور چیزه اصلا جز شخصیت های خیلی محبوب، اصلا سایمن یکی از شخصیت های محبوب سری کسلوینیا هست و من گفتم که حالا ضرری نداره که بدونیدش. خب بذارید ببینم اینجا، میبینید بیست کاتر رو اینجا به خاطر اون بجی که در واقع بهمون داد بیست کاتر رو داریم. ببینید بوم همه رو داریم اینجا که میتونیم اینا رو در واقع کاراشو بکنیم. اینا به خاطر اون بجی بودش که در واقع ما برداشیم. حالا اون بجه میتونه باعث بشه که، یعنی اگر اون سلاح رو ما بر نداریم با این بجه میتونیم بقیه در واقع داستان رو خیلی راحت پیش ببریم و بدونه که اذیت بشیم. و از این طرف میبینید دیلید مولوتوف، دیلید روپ مولوتوف، اینا هم به داشته هامون اضافه شدن که خب قبلا نبودن، به وضوح سر DLC در واقع کاراشو کردیم دیگه. عارضم خدمتون که پیرسینگ رایفله چیزی که جدید اضافه شده به در واقع آیتما و همین در واقع، یعنی اینم حالا میگم وقتی میرسیم به ته DLC کاراش رو در واقع کارهای خریدن این آیتمای اضافی رو به وقتش انجام میدیم. 19000 تا سول دارم آخه، نمیخوام از طرفی سولام بیفته، سر همین میام بقیش رو کویک سیلور میخوام. کارهایی من میکنم که اصلا نباید کرد ولی حالا من دارم انجام میدم دیگه، خیلی شما سخت نگیر. اما بچه یه سری میپرسن که آقا ما الان شاید بیاد مثلا بگید خب من از هیچ کدوم اینجا نمیتونم برم، در واقع DLC چه شکلیه؟ سنگ قبرش، سنگ قبر DLC اینجاست بچه ها و شما از اینجا میتونید کارتون رو انجام بدید. همین جایی که دال میومد و کلی دعا میکرد بهش و اینا، دقیقا جایی که شما باش کار دارید. خب می آییم بدین سو و با این عزیز دل کار داریم. Aimless wandering hunters slavering like beasts. This is what the poor fools have to look forward to. So, don't be brash. Turn back before it's too late.
Unless you've something of an interest in nightmares. خب جالب شد. این شخصیت که حالا بعدا لباسش هم میگیریم که من خیلی لباسش رو دوست دارم، برگشت گفتش که تو هانتری هستی که هنوز عقلت سر جاش، آره، و این خیلی جالبه، شاید مسیر رو اشتباه اومدی که سر از اینجا در آوردی. و میگه که هانترای اینجا به خاطر اینکه از خون تغذیه میکنن به جنون میرسن و الانم واقعا دیدیم این هانترایی که داشتیم میزدیمشون همشون دشمن شده بودن و عملا خودشون یه جوره هیولا هن. و اینم به این موضوع در واقع اشاره کرد، گفتش اینجا اسم این لوکیشن اصلا به همین دلیل کابوس هیولا هاست. پس بچه ها ما توی DLC معذرت میخوام دوباره وارد یه دونه کابوس شدیم، مثل Nightmare of Menzies، مثل Hunter's Dream که همه اینا سورسای در واقع نایتمریش داشتن، ما اینجا هم وارد یه سورس نایتمریش شدیم و بعد این سورس رو از بین ببریم. Oh yes, I see. You sense a secret within the nightmare and cannot bear to leave it be. As if the spirit of Bergenworth lives on within you. Such inquisitive hunters will relish the nightmare. But beware. Secrets are secrets for a reason. And some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly. خب اینجا بچه یک بحثی شد، گفتش که تو پس بیدلیل اینجا نیستی، تو دلیل بودنت اینه که احساس میکنی اینجا یک رازی داخل خودش هست. حرف قشنگی زد، گفتش که رازها بیدلیل راز نیستن. این یه جورایی میشه گفتش که مهمترین کلو داستانی از این جهت که شما فکر بکنید که واقعا این راز و رمز این DLC به یک دلیلی در واقع این DLC توی این منطقه با این شمایل به این شکل در واقع قرار داده شده. و اینم یه اشاره با مزه که گفتش که رازها بی دلیل راز نیستن ها، حواست باشه ها، اگه دوست داری اوکی، اگه بو کشیدی و اومدی تا اینجا اوکی، برو جلو. خیلی خب بچه این یه کوئستی عملا داره که ما اینو چند جایی میبینیمش، کوئستی که نمیشه گفت ولی اینو چند جایی ما توی بازیمون قراره ببینیمش و ماجراها خواهیم داشت. اون بچه موجودی هم که ما زدیمش که با بیسکلا در واقع میومد با اون مبارزه میکرد، اون هانتر الیته ها، اونو دیگه نمیبینیمش و همونجا پروندهش عملا بسته میشه. خب بریم اینجا. دو 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 از شما دوست عزیز مکنم که نمیدازه نه بله. خیلی خیلی مراقب باشید بچه اینجا، چون دو سه تا هستن که ببینید دارن با تیر اینطوری میزنن و این تیراشون یه جورایی میتونم بگم که بد میخوره. یه کوچولو مراقب باشه، سخت نیستن اصلا، چیزی هم نیستن که بخوا اذیتتون بکنن، ولی خب حالا دری نداره که کنترلشون بکنی. و اینجا 6 تا بولت اینجا برمیداریم و بعدش میام این پایین. خب بچه ها اینا مشابهشون رو یادتونه توی کینهرست کسل دیده بودیم، بلاد ساکرن اینا، منتها الان ضربه هایی که میزنن بیشتر اینه که خون روتون توف میکنن و این توفی که از رو خونشون میاد اصلا توف قشنگی نیست. سر همین اوغلاده مراقب باشین.
ببینین از دور سمتتون بلاد شلیک میکنن. کسافت کاریه قشنگیم دیول سی. خب عجله اصلا نکنین. از توی در واقع منطقه که اینا توشون خیلی یه جوری میشه گفت مسلطن، جایی که توی این رودخونه خون قرار دادن و میبینه این همه جسد اینجا بی دلیل نیفتاده، مثلا همین مراقب باشین. آی اوکی اوکی دمپ بلاد تینج جم و میام اینجا دوباره آیتم برمیدارید. ببینید فقط اینجا چقدر خون ریخته بچه ها و چقدر هیولا توی بازی وجود داره. اینجا رو میخوام یاد داری بهش دقت بکنید. آدم ها تقریبا دیگه برن به صفر میرسن اینجا و تعداد هیولاها به شکل بیمارگونه ای داره زیاد میشه. خب این دقیقا جاییه که آب قطع میشه توی در واقع دنیای بلاد بورن. یعنی شما یهو با چیزای عجیب و غریبی روبرو میشید. راحتن اینا واقعا زدنشون، فقط حوصله میخوان برای اینکه شکستشون بدید. خب این سمت رو که ما میتونم بگم به راحتی ترتمیزش کردیم. بچه اینجا رو خیلی مراقب باشین، یه هانتر اینجا که این هانتر میتونه بد اذیتتون بکنه. اسکیتره رو الان زدید نزدیدش به خودتون سختی ندید، یعنی باهاش تا ته این مسیر رو نرید. بچه اینجا یه دونه چیزه، یه دونه هانتره که اتکایی که بهتون میده یه انگار یه رگبار تفنگ رگباری داره که باهاش میتونه واقعا اذیتتون بکنه. خیلی باید مراقب باشین به خاطر اینکه جایی که توش مبارزه میکنین جای خیلی کوچولویه و میتونه خیلی راحت در واقع به قتلگاه شما میتونه تبدیل بشه اینجا به راحتی. سر همین در واقع باید خیلی مراقب باشین. من چرا این اوکی فانتازم شل خیلی مراقب باشید. این آشش ببینید ضرباتشو. خیلی مراقب باشین. میتونید با آگر میتونید یه مقداری ازتش بکنید. ای کاش من اینقدر بد بازی نکنم. نه نظرتونه؟ ای کاش کمتر از این چیزی که بدم بخوام بد باشم. یعنی میتونید با آگر اینا رو خوب میندازه. یعنی هانتر هم دیگه. داداش نمیخوای آگر رو دریافت کنی؟ خیلی رابطه خوبی نسبت به آگر نشون نداد. چرا؟ و چرا اتکای من کامل نمیخوره؟ یکی اینو بگه. خوشحال و سرزنده داره میاد همینطور جلو.
بله هرچه این سلاح گرمشو براتون قاعدتا باید بنداز. بله گتلینگان، گتلینگان براتون اینجا میفته و خیلی میتونید راحت باشید اینجا. خب اما الان وقتشه که یه سری کارهای دیگه بکنیم. پرجنت بلاد کاکتیل رو اینجا میخوام به این دلیل که بچه توی اینجا یه دونه بلاد استافد بیست دیگه حضور داره که اصلا خوشحال نیست، اصلا بلاد استافد بیست خوشحالی نیست و واقعا موجود تو مخیه توی اینجا. یادم که دیگه معرف حضورتون قاعدتا هستن و دیدینشون که عجب کثافت هاییه. توی بیس گیم اصلی ما دیده بودیمشون اینا رو. بلاد وایل، بلاد وایل. من خیلی نمیخوام برم جلو بخاطر اینکه میگم اینجا یه دونه شش بچه ها میبینیدش سریع هم بندازید و ای کاش فقط یه دقیقه وایسی. متشکرم. چرا؟ چرا؟ برو بازی کن بس با بازیت. برو با اسباب بازیت بازی کن. کسافت. امیر 3000 تا همین براتون سول میندازه و بعد میتونه اینجا رو شنگی بیایی ترتمیزش بکنی. آمیگدالا آرم بچه این جز سلاح‌های فوق‌العاده سنگینه توی DLCه، یعنی فقط هم توی DLC نه تو کل بلادبورن جز سنگین ترین سلاح های بازیه که باهاش میتونید حسابی تفریح کنید. اگر بیلد استرنگث رو اینا بخواید ببندید با این سلاح میتونید خیلی خوش بگذارید. چون نها کنید مثلا آمیگدالار نه این ضربه های معمولی R1شه، این ضربه R2شه. ببینی خب اما اصلا وقتی که توهندش میکنید تازه بامزه میشه. این ضربات عادی فاز توهندیشه. خب بعد میتونید با R2ش اون وقت ترکیبش با R1 کلی تفریق کنید. دیدید این R2ه. خیلی کثافت کاری داره. بعد اون وقت اگر شروع بکنید با آردو چیز کنی اینه با آردو رو ببینید و الان آردوتون رو نگه دارید، شارژ آردوتون این ضربه رو میزنه. جوب جوب. خب در اینجا برای کسایی که بیل استرنگت بازی میکنن خب میتونه این بخش خیلی فان باشه و خیلی توش خوش بگذره بهتون. منتها چون اونجا که من خیلی طالب این بیلد نیستم خیلی سمتشم نمیام. یه مقداری بچه من از قبل اولد هانتر مارک خریدم، یعنی این انجاد خیلی خوبه. اپیزود بعد بچه من میخوام شروع بکنم اون سمتو برم و میخوایم بریم سراغ اولین باس فایت DLC که باش خیلی کار داریم و یکی از امضاهای مجموعه سولزبورن و کارهای میازاکی پیش اون باس فایته که حالا بهش میرسیم و میفهمید چیه. و از اون طرف خیلی قرار خوش بگذارنیم با لور این باس فایت و از اون طرف یه ایستره که خیلی خیلی خفنی که تو این باس فایت وجود داره و فکر کنم از شنیدن و دیدن اون ایستره حسابی لذت ببرید. با من همراه باشین تو اپیزود بعد
با هم دیگه کلی کار داریم و قرار داستان توی اون اپیزود بیشتر تعریف بکنیم. مراقب خودتون باشین فعلا، تا اپیزود بعد خدافظ.